بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که در پی وقوع انفجار یک موتورسیکلت مملو از مواد انفجاری در بازار شهر اعزاز واقع در شمال استان حلب، 8 تن کشته و دست کم 23 تن دیگر زخمی شدند. با این حال خبرگزاری المیادین شمار تلفات این انفجار را 10 کشته و 30 زخمی اعلام کرده است. بر اساس اطلاعات دیدبان حقوق بشر سوریه، این حمله در کنار تلفات جانی سبب آتش‌سوزی گسترده‌ای در محل رویداد نیز شده و خسارات هنگفته مالی به مردم وارد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. یک مقام پلیس پاکستان گفته که انفجار بمب در جنوب غرب این کشور جان یک تن را گرفته و 14 نفر دیگر را زخمی کرده است. اسوسییتد پرس گزارش داده که این انفجار در منطقه هرنای واقع در شمال شرقی شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان رخ داده است. گفته شده 3 سرباز در میان زخمیان هستند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. منابع محلی در استان ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که سیلاب در این استان جان یک تن را گرفته و 50 خانه را تخریب کرده است. گفته شده در اثر این سیلاب که در شهرستان لعلپور ننگرهار سرازیر شده، زمین‌های زراعتی از بین رفته و ده‌ها دام نیز تلف شدند. منابع محلی گفتند در دیگر شهرستان‌های ننگرهار نیز سیلاب سرازیر شده، اما میزان دقیق خسارات مشخص نشده است. گفتنی است که در چند روز اخیر استان‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید هستند. نهاد امنیت قضایی وابسته به سازمان ملل IPC در خصوص نیاز به اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از مرگ گسترده و فروپاشی کامل معیشت و جلوگیری از بحران گرسنگی فاجعه بار در سودان هشدار داد. در گزارش این نهاد آمده بدون توقف فوری درگیری‌ها و استقرار گسترده کمک‌های بشردوستانه، ساکنان ایالت‌های خارتوم، جزیره، دارفور بزرگ و کردفان بزرگ در خطر رسیدن به بدترین سطح مواد غذایی حاد قرار دارند. ناامنی و سوء تغذیه در فصل خشک که بعدی در آوریل 2024 آغاز خواهد شد. این گزارش نشان می‌دهد که نزدیک به 5 میلیون نفر از جمله 3 میلیون 600 هزار کودک زیر 5 سال و 1 میلیون و 200 هزار زن باردار و شیردر از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرده که بهره برداری از هوش مصنوعی تا سال 2030 میلادی حدود 16 تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی درآمد دارد. به گزارش الشرق الاوسط، بر اساس پیشبینی این مجمع، چین و آمریکا از این فناوری بهره زیادی خواهند برد، زیرا تخمین زده می شود تقریبا 70% از تأثیر جهانی هوش مصنوعی از جانب آنها باشد. بررسی ها نشانگر آن است که بانکداری، فناوری پیشرفته و علوم زیستی از جمله بخش هایی هستند که بیشترین بهره را از این فرامری می برند. یک بررسی جدید نشان داده که تغییرات آب و هوایی امواج گرمای عظیمی را ایجاد می کند که به آرامی در سراسر جهان راه یافته و افراد بیشتری را برای مدت طولانی تر از طریق دماهای بالاتر در مناطق بزرگتر تحت تأثیر قرار می دهد. این بررسی دریافته که بالاترین دمای امواج گرما بالاتر از 40 سال پیش است و مناطق در معرض گرما گسترده تر شدند. اوراسیا بیشترین آسیب را از امواج گرما دیده و در معرض طولانی ترین امواج گرما بوده است. بر اساس این مطالعه، آمریکای شمالی و استرالیا شاهد بیشترین افزایش دما و بیشترین گسترش مناطق تحت تأثیر امواج گرما بودند.